په افغانستان کې د هزارګانو پر تعلیمي مرکزونو د بریدونو د زیاتوالي او دوام په اړه د پروګرام د ملمنو سره خبرې کوم. له جرمني څخه د پکتیا پخوانی والی ښاغلی حلیم فدایی صاحب او له کوپنهاګن څخه د جنایي جرمونو سره د مبارزې پخوانی رئیس ښاغلی بسم الله تابان. په خیر راغلی او ستړي مشي ښاغلی تابان. پیل به له تاسو سره وکړو. د افغانستان خلکو ته د امنیت په برابرولو کې د طالبانو د پاتې راتلو اصلي لامل څه دی؟ په ځانګړي توګه هغه بریدونه چې ځینې هزارګان په نخښه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و جناب والی صاحب گرامی و بینندای محترم شما و با درود بر روح شهدای مردم افغانستان به ویژه حادثه اخیری که در شهر کابل اتفاق افتاد. ببینید، بحثی است که متاسفانه رژیم طالبا و تفکر طالبیا به این ساخته نشده و به این آماده نیست که از مردم افغانستان محافظت بکنه. تفکر طالبی برای کشتن مردم افغانستان است. این تایی 20 سال نشان داده، تایی دوره های گذشته نشان داده که این تفکر صرف میتونه مردم افغانستان را بکشه، نمیتونه مردم افغانستان را محافظت بکنه. و به ویژه اگر بیاییم سر موضوع نسل کشی هزارها در افغانستان را، به ویژه در دوره اخیری که طالبا حاکمیت را گرفتن و یا غصب کردن، این نشان میده که تایی 20 سال گذشته خود طالبا عاملین انفجارات بوده که به مقصد نسل کشی مردم هزاره در افغانستان اتفاق می افتاد. چطور ممکن است از اینا ما توقع داشته باشیم که بیاین مانعی رفتار شوند؟ چون اینا چندین سال زحمت کشیدن، تفکر رو آماده کردن، مکاتب و ایدئولوژی رو آماده کردن تا هزاره ها و شیعیان افغانستان به عنوان رافضی از بین ببرن و بکشن، و اینا نمیتونن نمو فکر 20 ساله و 30 ساله خود آماده بکنن به اینکه دوباره او سربازا را رایش بگیره که این مردم را نکشن. بنابراین من فکر میکنم که تفکر طالبی برای محافظت از مردم افغانستان نه، بلکه بله، برای از بین بردن مردم افغانستان. بله فدایی صاحب، ولی طالبان نشی که ولی دومره لوی بریدونو مخه ونیسی؟ او واقعا لکه څنګه چې وست تابان صاحب ویلی چې طالبان په خپله د هزارګانو په وژلو کې پخوا لاس پورې کوو او اوس قصدن نه غواړي چې دوی امنیت ټینګ کړي؟ ستاسو نظر؟ تاسو ته او تابان صاحب او ټول اوریدونکو ته او کتونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګورئ، اول خو دغه حمله چې په هزاره ورونو باندې شوې ده او خصوصا په زده کوونکو محصلینو باندې، دا نه یوازې چې وغندو، باید نړیوال په پوره قوت باندې د یو نړیوال څېړنې پر بنسټ باندې او د یو هیئت له لارې دغه موضوع وڅېړل شي تر څو معلومه شي چې د دې اصلي قاتلین څوک دي او هغه مجازات. تر کومه پورې چې په افغانستان کې د وژلو خبره ده، دا وژل له 15 کال راهیسې روانه ده. دلته ګڼ مذهبي او قومي اقلیتونه په شمول دي، لوی قومونو لکه پښتانه دي دغو جګړو قرباني شوي دي. زه غواړم د 1900 کلونو هغه یو لنډ ارقام تاسو سره شریک کړم. په 1900 کلونو کې په افغانستان کې مونږ تر 300 پورې یو افغان یهودیان درلودل. په سیکان مونږ له 2.5 لک نه تر 5 لک پورې سیکان په هغه وخت کې درلودل. همدغسې مونږ افغان هندوان درلودل چې له 80 زره نه تر تقریبا 2 لک 80 زره پورې په افغانستان کې دوی شتون درلود، آزادانه فعالیت یې کاو. اما په دغه جګړو کې متاسفانه هندوان مطلق له افغانستان، یهودیان مطلق محو شول. سیکان او هندوان هغه تاسو ته معلوم ده چې بیخي د محو کېدو په حالت کې دي. ول کې دغه جګړه د ټولو افغانانو پر خلاف ده. په جینو حالات کې ځینې خاص قوم ډیر هدف شي او بل کم هدف شي، اما دغه جګړه اصلا د افغانستان د ارضی تمامیت پر وړاندې باندې جګړه ده. په دې کې ټول ساکن قومونه د قربانی دي او فکر کوم چې
ټول په دغه یعنی فدای صاحب تاسو دا د هزارګانو نسل وژنه نه غنی برته تاسو را ګرځم تابان صاحب په هزاراتو کوم تیر زل هم ډیر خونړي بریدونه شوی اکثریت مدني فعالان د دې برید ورسته دا د هزارګانو نسل وژنه یا د هزارګانو نسل وژنه نوم ورته ورکوي کدا سی وی آی دا د هزارګانو نسل وژنه ده او کدا شیګانو په وړاندې نا اعلان شوی جګړه ببینین همه مردم افغانستان از هر گروه قومی و از هر باور مذهبی که اصلا به گفته جناب والی صاحب تا 50 سال گذشته قربانی فراوان دادن و خصوصا تا 20 سال گذشته هیچ کسی نمیتونه منکر شود که در زمینه مبارزه با تروریسم جامعه پشتون افغانستان بیشترین قربانی را داده چی از لحاظ فرهنگی و چی از لحاظ انسانی اما زمانی که بحث هزارها پیش میآید مطابق ماده 2 کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی بحث هزارها بسیار واضح بحث نسل کشی است من میخوام خدمت شما بخوانم در ماده 2 گفته قتل اعضای گروه صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی روحی یا روانی افراد قرار دادن عمدی گروه در معرض وضعیت زندگانی بد و نامناسب اقداماتی که به منظور جلوگیری از زاد ولد شد و انتقال اجباری اطفال آنها به گروه دیگر این نه تنها در زمان طالب حتی از دوره‌های مختلف دیگر که نمی‌خواید به او بپردازید در بعضی هزاره‌ها مشخصاً هزاره‌ها را به عنوان هزاره بودنشان میکشن یعنی به عنوان شیعه بودنشان میکشن انتحاری هایی که اینجا آماده میکنن مثلا شما شفاخانه دشت ورچی را ببینین چی اتفاق افتاد مکتب سید شهدا را ببینین مکتب عبدالرحیم شهید را ببینین مکتب امین آخرین مرکز آموزشی کار را ببینین تمام اینا چه فکر کوی دا بریدونه څوک کوي د هزارګانو سره څوک داسې چلند کوي ستاسو نظر لدی وړاندې خو داعش د دې بریدونو مسولیت پر غاړه اخیسته بوس خود دې برید مسولیت هم چا پر غاړه نه دی اخیسته ستاسو نظر څه ده بحث مهمی است که داعش طالب اینا یک ابزار است یک ابزار است که متاسفانه باعث قربانی شدن و بدبختی مردم افغانستان میشه اما مشکل اصلی است که تعداد از این متفکرین تروریسم مذهبی با روایت نادرست از دین با استنباد از روایت های نادرسته که مثلا در مورد در از یک عالم دینی به نام ابن تیمیه است که اونجا شما واضح بخونین نوشته است که شیعیان رافیزی واجب القتل و قابل از بین بردن است این بخشی از این روایت نادرست اینا در مراکز آموزشی خود به خورد سربازا و اعضای خود میتن تا جوازی برای کشتنشان آماده شود بله. بناهن این تفکر ولو توسط داعش ترتیب شد ولو توسط طالب اما برای فعلا چون طالب هم و نحو قدرت در اونجا در اختیار داره و چتر بزرگ برای تمام گروه های تروریستی در افغانستان بوده و هست مطلقا مسئولیت به عهده طالب است و طالبی کار زمینه سازی به اجرا میده و زمانی که ادعا میکنن و با معذرت زمانی که معاون وزارت داخلیش با افتخار ادعا میکنه که کندک انتحاری جزء از افتخارات ماست بله کجای استعمال میکنن این کندک های انتحاری را فدای صاحب مننه کوم فدای صاحب تاسو څه فکر کوئ مونږ ګورو چې تاجک پښتون او نور قومونه هم د تیرو دوه لسیزو راهیسې د مرګونو بریدونو قربانیان وو آیا تاسو هم فکر کوئ چې په هزارګانو باندې دا ډول برید د نسل وژنې یو بیلګه ده په قانوني لحاظ د نسل وژنې تعریف څه دی او په تیرو څو کلونو کې په هزارګانو بریدونه چې د دوی د غونډو ډېری مرکزونه د بیلابیلو بریدونو هدف وو د نسل وژنې په تعریف کې شاملېږي کلن ډېر راته وایست ګوري اول خدای د افغانستان جګړه قومي جګړه نه ده دا استخباراتي پیچلې دي نیابتي ډلو دي یو خطرناک مرموزه جګړه ده نو دلته موږ نشو ویلای چې دا یو خاص قوم پر خلاف ما تاسو ته مخکې هم ویل چې دا د ټول افغان ولس پر خلاف باندې جګړه ده البته طالبان په دې کې فرد دي ځکه چې طالبان د دې مخنیوي نشي کولای طالبان جګړې ته روزل شوی دي طالبان په حکومتداري باندې نه پوهیږي طالبان له الف تر یا پوری یو کشر په نظام باندې په زور باندې چې هغه مولا ده هغه حاکم کړی دی نو لدی عمله جګړه په هزارو باندې دی
چې کوم عملیات پیل شوی دی دی ډیر شي کوم دقیق متوجه سو هغه په فرق فیر قوارانیت کې دا نه په هغه کې دی، یعنی په قومونو کې نه ده، دا د قومونو ترمن قطعا جګړه نه ده، بلکې مخکې ورته تابان صاحب اشاره وکړله چې دلته په اکثر دینی متنو کې دا دواړه ډلې یو بل تکفیروي، کافیروي او منشا له هماغه ځای نه اخلي، نو او دغه لپاره جواز لري طالبانو سره دا یو خبره غواړي. یو مشر مولا رحیم حقانی واضح وویل چې شیعگان کافر دي، او همدغسې په پاکستان کې چې کوم ملایان دي خصوصا د دیوبند مسلک والا هغه اکثر په همدغه باور دي، او دغه قتلونه په پاکستان کې پیل شوي تر افغانستان دغه سلسله راوړل. ډیره مننه کوم فدای صاحب، متاسفانه شدیر وخت نه لرم چې دې بحث ته ادامه ورکړو. استاد د حضور نړۍ مننه کوم، تابان صاحب او فدای صاحب کور مو ودان.